با سلام و درود خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی با خبر پلاس امروز از شبکه جهانی نور در خدمت شما عزیزان هستیم امروز پنجشنبه 28 شهریور ما برابر با 19 سپتامبر با اخبار مختلف و متنوعی از ایران و سراسر جهان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود خبر اولمون از شبکه CBS CBS حمله به تاسیسات نفتی عربستان با تایید مشروط خامنه ای انجام شد یک شبکه تلویزیونی امریکایی گفته است که حمله به تأسیسات نفتی عربستان توسط رهبر ایران تأیید شده و افزوده شواهدی از پرتاب موشک از داخل خاک ایران به دست آمده است همزمان در حالی که حوثی‌های یمن بار دیگر بر مسئولیت خود در حمله به تاسیسات نفتی عربستان سعودی تاکید کردند وزیر خارجه فرانسه این اظهارات را فاقد اعتبار توصیف کرده شبکه خبری سی بی در گزارشی در مورد حمله به تاسیسات نفتی عربستان به نقل از یک مقام امریکایی که از او نام نبرده است گفته است که این عملیات با تایید مستقیم آیت علی خامنه ای صورت گرفته است اما به این شرط که ایران بعد از آن بتواند انکار کند CBS در گزارش، در این گزارش گفته است که اگرچه حمله موفقیت آمیز بود، اما نقشه انکار آن توسط ایران به تدریج فرو میریزد ایران تاکید دارد که حمله به تاسیسات نفتی عربستان توسط حوسی های یمن و با استفاده از پهباد صورت گرفته و هر گونه ارتباطی با آن را به شدت تکذیب کرده است روز گذشته دولت ایران با ارسال یادداشتی به سفارت سوئیس حافظ منافع امریکا در ایران هشدار داده که نسبت به هر گونه اقدامی علیه منافع خود واکنش نشان خواهد داد دولت ایران در یادداشت خود به دفتر حافظ منافع امریکا در تهران هشدار داده که اگر اقدامی علیه ایران صورت بگیرد آن اقدام بلا فاصله با پاسخ ایران رو به رو خواهد شد و دامنه آن محدود به منشأ تهدید نخواهد شد یعنی اگر امریکا بر حال ایران رو به هر نحوی تهدید کنه ایران کشورهای منطقه رو به آشوب میکشه این دقیقا معنیش همینه دیگه بر حال جمهوری اسلامی ایران و سیاستش جنگ افروزی بوده و هست بریم سراغ خبر بعدی مقابل از اینکه خبر بعدی رو هم بریم که از افغانستانه و یک خبر ناگواره میتونید با این برنامه در تماس باشید و نظر خودتون رو در مورد اخباری که در این برنامه میشنوید حتما با ما در میان بذارید خبر بعدیمون از افغانستان متاسفانه حمله انتحاری طالبان در جنوب افغانستان بیش از 100 کشته و زخمی بر جای گذاشت انفجار یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در جنوب افغانستان دستکم 20 کشته بر جای گذاشت به گزارش یورونیوز رحمت الله یارمل استانداری استاندار زابل با اعلام این مطلب به خبرگزاری فرانسه گفته در این حمله که حوالی ساعت 5 پنج بامداد پنجشنبه 28 شهریور ماه در شهر قلات مرکز استان زابل انجام شده دست کم 95 تن دیگر نیز زخمی شدند به گفته این مسئول محلی این حمله با خودرو بمبگذاری شده در نزدیکی ساختمان امنیت ملی در شهر قلات روی داده و بر اثر آن ساختمان بیمارستان دولتی شهر نیز تخریب شده گفته شده بیشتر قربانیان این حمله افراد غیر اما زنان و کودکان بودند بیماران بیمارستان تخریب شده نیز بمرور به مرور به مراکز درمانی دیگر فرستاده شدند گروه طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته که هدف از عملیات رئیس اطلاعات استان بوده یک سخنگوی طالبان به نام قاری یوسف احمدین عملیات را حمله استشهادی بالای امنیت ملی اعلام کرده است شهر پشتونشین قلاد با حدود هزار نفر جمعیت در استان زابل در جنوب افغانستان واقع شده است در حال در این روزها شاید بگیم در این یکی دو هفته گذشته ما شاهد عملیات مختلف در شهرهای مختلف افغانستان بودیم در حالی که بر حال مذاکراتی هم با امریکا قرار و صورت بگیره و بعد رفتن به روسیه و ایران و بر حال همه اینا میتونه یه جورایی تاثیر داشته باشه در این قضایا بریم به سیستان و بلوچستان قبلش یک تماسی رو میگیریم آقای آقای جهان در خدمت شما هستیم سلام خسته باشید و علیکم السلام و رحمت الله و, برکات و خیلی ممنون متشکر بفرمایید در خدمتیم آه. خدمت شما ارز کنم آقای کاچستان اون چه در عربستان سعودی موشک زده شده کاملا از طرف ایران بوده و از حمایت ایران بوده و کار ایران بوده به نظر من میخواهد ایران با این کارها هم کشورهای همسایه را زیر سلطه خودش صورت بده آقای خامنی هم کشورهای منطقه را میخواد زیر نظر سلطه خودش از این ور مردم داره فقر و گرسنگی بدبختی میکشه در ایران از اون ور پول موشک کل حوثی های یمن ایران داره میده این مسلمان اینها هیچ به دردی نمیخوره آقای ارمنی به نظر من وظیفه مردم اینه که این دشمنی ها را اعتراض کنه ملت با این کشورهای همسایه هیچ موقع دشمنی نکنه به زرد مردم ایرانه و انشاءالله مردم ایران قیام کنن تا این حکومت از بین بره هم کشورهای منطقه آرام میشه هم مردم ایران خیلی ممنون آقای خیلی ممنون. شکر. خدا یاران نگهدارتون باشه خدا نگهدارتون دقیقا فرمایش شما درسته و متاسفانه پولی که باید برای مردم هزینه بشه پولی که باید برای مثلا من یک مورد خیلی ساده بگم مدرسه سازی هزینه بشه آقا استانهای اهل سنت و بلوش نشین و کرد نشین و عرب نشین و اینا رو هم ول کنید شما برید به همین استانهای مرکزی هم حتی نگاه کنید شما برید مثلا زنجان رو نگاه کنید استانهای دیگر رو نگاه کنید ببین چقدر مدارس تخریبی وجود داره خب به جای اینکه پول بمب و نمیدونم موشک یمنی ها حوسی ها و نمیدونم از این طرف بشار اسد رو بدید چرا این پول رو صرف ساخت و ساز مدرسه نمی کنید؟ چرا من میگم آقا به بلوچستان و کردستان ندید حداقل استان های مرکزی رو به دادش برسید متاسفانه چیزی که در ایران ارزش نداره مردم خود ایرانه و شهروندان ایرانی و در مقابل حوسی های یمن و شیعه های بحرین و شیعه های پاکستان و افغانستان و آیت الله زاگزاکی نمیدونم تو نیجریه و نمیدونم آیت الله سامسونگ تو کره و خلاصه فقط مردم غیر ایران سهم ندارند از ثروت هایی که الله متعال بر حال به این سرزمین و به این مردم داده اما خب وقتی کار دست نااهلان بیفته همینه فقط جنگ افروزی و کشت و کشتار خبر بعدیمون بازداشت یک طلبه اهل سنت دارالعلوم زاهدان یک طلبه دارالعلوم زاهدان در مسیر برگشت به سمت سرباز توسط ماموران امنیتی بازداشت شد امید بلیدی یا گهرامزهی طلبه دارالعلوم مکه زاهدان روز جمعه 22 شهریور ماه 97 در مسیر برگشت به خانه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد ماموران امنیتی نامبرده را در خروجی شهر زاهدان بدون داشتن حکم قضایی و توضیحی بازداشت کرده و با خود بردن امید اهل کوهوند سرباز و طلبه مدرسه دارالعلوم زاهدان با مدیریت مولی عبدالحمید اسماعیل زهی هستند از علت بازداشت و اتهام نامبرده اطلاعی در دست نیست خانواده نسبت به محل نگهداری وی متاسفانه ابراز بی اطلاعی و نگرانی کردند متاسفانه در این روزها باز فشارهای خیلی زیادی بر مدارس علوم دینی اهل سنت علال خصوص در سیستان و بلوچستان و شهر سرباز و روستای کوهوند اومده و چندین تن از علما و مولوی های این منطقه رو بازداشت کردند به بهانه های مختلف و الان فشار رو آوردن روی طلبه ها چرا؟ حالا در انشالله در ادامه در این مورد هم حرف میزنیم بیننده بعدیمون آقای بفرمایید سلام دیکن. و علیکم السلام و رحمت الله و برکت اگر خود نو معرفی بفرمایید دو بفرمایید از کجا هستین در خدمتی بفرمایید آقای کریمی بنده محمد سخت تهران در آخیر زمنده بفرمایید بفرمایید آقای کریمی عزیز دیل در که عربستان اینام کرد که ایران کمک کرده به بودیها در این عملیه ها سوالی که برای دی اون دیمی که آیا میتونه این کمک کردن در راستای تلافی کردن مشارکت عربستان در جنگ هشت ساله و حمایت از مناقضی و تلاش برای به هم زدن پرسی یا نه چیزی که شما میگید کاملا اشتباه عربستان نگفته این قضیه رو اینو باید خدمت شما عرض کنم الان تمام شواهد و دلایل بر حال از این حاکیه که جمهوری اسلامی ایران نقش مستقیم داشته و فقط شما میخواید این قضیه رو یه جورایی رفت بدید به حوسیا و خود حوسیا هم چپ و راز دارن میگن آقا ما بودیم زدیم هر روز یه بیانیه میدن که ما بودیم زدیم و اینا نبودن و در صورتی که خب حسی ها اگر جمهوری اسلامی ایران نباشند واقعا وجود خارجی ندارن و به جای اینکه متاسفانه پولی که صرف حوسی ها میشه جمهوری اسلامی ایران صرف خود مردم بکنه همینجوری داره به این کشور و به این کشور گروه های تروریستی رو داره حمایت میکنه برای اینکه خب جنگ افروزی کنه هر چقدر دوروبر ایران ناامن باشه به نفع خودشه استقرار خودش رو در این میبینه که جنگ افروزی کنه و مطلبی هم که شما میگید نمیدونم حالا عربستان سعودی از گروه منافقین یا مجاهدین خلق حمایت کرده شما باز دارید مغلطه میکنید شما باز دارید صورت مسئله رو پاک میکنید شما میگید چون عربستان سعودی اومده این کار رو کرده ما میام این کار رو میکنیم یعنی دقیقا یک استدلال باطل یک استدلال اشتباه هیچ موقع شما نیومدید اصل مسئله و اصل قضیه رو بیایید درست کنید حتی در مسائل مذهبی و دینی هم اگر شما دقت کرده باشید و برنامه ها رو دنبال کرده باشید همین جوریه مثلا ما میگیم آقا چرا در فلان کتاب اینجوری میگه در کتاب خودتونم این اومده به اینکه بیاید پاسخگو باشید در مورد قضیه میاید بحث رو اجرا میدید به یک جای دیگه ممنون و متشکر از شما دوست عزیزمون خبر بعدیمون زخمی شدن یک شهروند کرد بر اثر تیراندازی مستقیم به زن حمل کالای قاچاق نیروی انتظامی حکومت ایران یک شهروند کرد را به زن حمل کالای قاچاق در شهر سنندج به شدت زخمی کرد این هم تصویر این به حال شهروند کرد هستن اصر روز سه‌شنبه 27 شهریور ماه 98 نیروهای انتظامی حکومت ایران در شهر سنندج خیابان ملاویسی و مقابل مسجد ملاویسی به سوی اتومبیل یک شهروند آتش گشوده و راننده اتومبیل را به شدت زخمی کردن هویت راننده زخمی شده نیما اهوان ساکن محله حاجی آباد سنندج اعلام شده به گفته یک منبع مطلع این شهروند به زن حمل کالای خاچاق از سوی نیروی انتظامی هدف قرار گرفته است فقط شما تو فیلم‌ها در ایران می‌بینید که یه برگه دستشون رو میگه ما حکم دادگاه داریم میخوایم مثلا خونه شما رو تفتیش کنیم یا به قول معروف در فیلم ها فقط میبینید اگه بخوان تیراندازی کنن اول میگن ایست نه اصلا اینا فقط مال فیلم هاست اما در واقعیت و زندگی روزمره مردم اینه که نیروهای امنیتی و انتظامی بدون هیچ حکمی همینجوری یورش میبرند به خونه های مردم و اونا رو بازر با ضرب و شتم بازداشت میکنن و بارها و بارها در سیستان و بلوچستان چقدر از شهروندان بلوچ بر اثر همین تیراندازی مستقیم شهید شدند در کردستان چقدر از گولبرها به خاطر همین تیراندازی ها شهید شدند چرا اگر قانونی هست اگر هیچی نیست هیچی نیست و کسی هم نمیتونه اینا رو بازخواست کنه که آقا چرا مثلا شما تیراندازی مستقیم میکنی چرا مثلا به لاستیک ماشینش حداقل نمیزنید خب واقعا وقتی کسی نپرسه از اینا همین وضعیت پیش میاد خبر بعدیمون از امارات امارات متحده عربی به اطلاف دریایی امریکا در تنگه هرمز ملحق شد امارات متحده عربی امروز پنجشنبه 28 شهریور ورما اعلام کرد به اطلاف دریایی امریکا در تنگه هرمز ملحق می شود به گزارش خبرگزاری رسمی امارات وام سام از زعابی مدیر اداره همکاری امنیت و بین المللی در وزارت خارجه امارات اعلام کرد پیوستن امارات به این اطلاف با هدف کمک به تلاشای بین المللی و منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدات دریانوردی و تجارت جهانی و نیز تضمین امنیت جهانی انرژی است علاوه بر این امارات متحده مایل است با این اقدام در حفظ صلح و امنیت بین المللی شریک باشد روز گذشته عربستان سعودی نیز اعلام کرد در پاسخ به حمله به تاسیسات نفتی و به, و به این دو میدان نفتی که در عربستان بوده بقیق و خارایس به اطلاف دریایی امریکا در تنگه هرمز می پیونده بر حال کشورهای منطقه متاسفانه از جنگ افروزی های ایران در امان نیستند متاسفانه خب تماس داریم اگر سه تا فرمان به من بگن من صدا رو ندارم متاسفانه باز بریم به بل... آقای رضا در خدمت شما این بفرمایید علیکم السلام خیلی ممنون متشکر بفرمایید آقای کریم میخواستم ببینم از نظر شما این خسارت هایی که توی پالایشگاه عربستان به وجود اومده خیلی مهمتره یک کشته شدن زن و بچه ها و کودک های توی یمن که شما حتی حاضر نیستید یه برنامه بذارید در مورد این همه کشته ای که عربستان وهابی تکفیری داره مردم یمن رو به خاک و خون میکشه زن و بچه و کودک دبستانی و همه رو به خاک و خون میکشه آرزه الان من از کجا بدونم شما دارید راست میگید؟ شمایی که صد و هفت نگاه کنید آقا رضا شمایی که صد نفر رو گرفتید و گفتید این صد و هفت نفر دانشمندان هسته ای رو ترور کردن این صد و هفت نفر رفتن در اسرائیل دوره دیدن این صد و هفت نفر آموزش های نظامی دیدن و اومدن قتل انجام دادن حکمشون محاربه بوده حکمشون اعدام بوده بعد میگید بعد از سه سال میگید نه اینا بیگناه بودن و اشتباه شده اون موقع هم اینا رو آوردید تو تلویزیون اینا رو وادار به اعتراف کردید الان این اون اگر من باید باور کنم باید اون حرف اول شما رو باور میکردم در رسانه ملی پخش شد وزیر اطلاعات اومد گفت نمیدونم یک باند بزرگ جاسوسی رو گرفتیم و بعد معلوم شد همش دروغ بوده الان این حرفی هم که شما می زنید از کجا معلوم که من باید باور کنم بعدش عکس اینم هم هست همین حوسی ها چقدر از مردم یمن رو کشتن همین حوسی ها هستن که شهرهای مختلف رو اشغال کردن و بعدم حکومت قانونی یمن از دولت عربستان سعودی و امارات و این کشورها رسما درخواست کمک کرده اونا هم رفتن و از مردم یمن اتفاقا دارن دفاع میکنن عکس قضیه‌ای که شما داری میگید دقیقا عکس قضیه‌ای که شما دارید میگید می چطور شما به خودتون اجازه میدید میگید سوریه دولت سوریه از ما درخواست رسمی کرده و ما به درخواست دولت سوریه داریم در بر حال سوریه عملیات انجام میدیم دقیقا همین قضیه هم برای عربستان است شما این حق رو به خودتون میدید اما به عربستان و یمن این حق رو نمیدید تصفم براتون خبر بعدی مون بازداشت و بلا تکلیفی باز یک شهروند اهل سنت دیگر تدام بازداشت و بلا تکلیفی محمد صالح شهدادزهی شهروند اهل سنت بلوچ در زندان رجای شهر کرج محمد صالح شهداد زهی که در آذر ماه سال گذشته از زندان زاهدان به زندان رجای شهر کرج منتقل شده بود کماکان در بازداشت و بلا تکلیفی به سر می برد وی در تیر ماه 96 توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان زاهدان منتقل شد محمد صالح شهداد زهی از کارکنان مدرسه دینی منبال علوم کوهند شهروند بازداشتی در زندان رجای شهر کرج با بیش از 26 ماه کماکان در بازداشت و بلا تکلیفی به سر میبرد تداوم بازداشت این شهروند اهل سنت بلوچ در حالی است که در زندان زاهدان با تودیع قرار وسیقه 180 میلیون تومانی و آزادی وی موافقت شده بود با این حال وزارت اطلاعات تاکنون مانع از آزادی وی شده است این نشون میده که دادگاه های جمهوری اسلامی ایران مستقل نیستند و زیر نظر وزارت اطلاعات هستند. بیشتر به خانواده به اطلاع داده شده بود که پرونده محمد صالح مجددا پیگیری و به قاضی دیگری سپرده خواهد شد محمد صالح شدادزی در تاریخ 17 همه مرداد ماه 96 به همراه سه شهروند دیگر در شهرستان ایرانشهر به تام اقدام علیه امنیت کشور و محاربه و قتل یک مأمور بسیجی به نام سجادی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از تحمل ماها باز تحت فشار به زندان زاهدان منتقل شده بودند وی اوایل آذر ماه سال گذشته و 17 ماه پس از بازداشت از زندان زاهدان به زندان رجای شهر کرج منتقل شد باز هم یک شهروند بیگناه اهل سنت رو گرفتن و زیر شکنجه زیر شکنجه وادارش کردن به اعتراف اجباری و در حال خودشون میان مأمورای بسیجی رو که تاریخ مصرفشون تموم میشه میکشن و بعد یک نفر بلوچ بیگناه رو میگیرن و میگن زیر شکنجه وادارش میکنن به اعتراف و میگن این قاتلش بوده چقدر ما از این موارد داریم مولوی نقش بندی رو گرفتن چند سال زیر شکنجه بود چند سال زیر شکنجه بود متهم بودن به قتل یک معلم بسیجی یا یک ملای بسیجی بعد متهم بودن که از کشورهای عربی پول گرفته آخر سرم هم تبرعه شد و معلوم شد برای ایشون هم پرونده سازی کردن تمام اتهاماتی که به فعالانی که در ایران زده میشه من بحث حالا یک نفر رو فرض کنیم با مواد مخدر میگیرن مرتکب قتل شده مرتکب دزدی شده این قضیه جداست اما اتهام هایی که به اسم اتهام های امنیتی و سیاسی هست همش پرونده بلا استثنا برای این اشخاص پرونده سازی میکنن و به همین راحتی اونا رو متاسفانه وادار به اعتراف اجباری بر ضد خودشون میکنن و احکام سنگینی هم براشون صادر میشه تماس بعدیمون رو بگیریم یا که من برم سراغ خبر بعدیمون اف بین الملل خواهان آزادی فوری کامران قادری شد سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی یک شهروند کرد از زندان ایران شد سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای خواهان اقدام فوری در خصوص آزادی کامران قادری شهروند ایرانی اتریشی زندانی در ایران شد این نهاد بین المللی میگوید وضعیت سلامت این زندانی نگران کننده است و او به مراقبت های پزشکی نیاز دارد به گزارش سازمان عفو بین و کامران قادری که در حال گذراندن محکومیت ده ساله خود در زندان اوین است وضعیت سلامتی مطلوبی ندارد و سلامت این زندانی از زمان دستگیری در دیماه 94 رو به وخامت گذاشته و برای معالجه تومور پای چپ به مراقبت های پزشکی مستمر نیاز دارد کامران قادری متولد 42 و اهل اشنویه دکترای برق و الکترونیک از دانشگاه تکنیک وین اتریش و فعال در حوزه آیتی و مدیریت و مدیر شرکت اوانگ در وین پایتخت اتریش است که صبح روز دوازده سال 94 پس از ورود به ایران در فرودگاه خمینی توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند 29 زندان اوین منتقل شد او صبح روز 28 فروردین ماه 96 پس از 472 دو روز بازداشت از انفرادی بند 209 وابسته به سپاه پاسداران به بند عمومی زندان اوین منتقل شد و از آن زمان در زندان نگهداری می شود یعنی هر شخصیتی که در دانشگاه های بین, مجامع, بین مجامع, علمی جایگاهی داره و به ایران برمیگرده بلا استثناء این افراد بازداشت میشن و این افراد رو بر حال بهشون وادارشون میکنن که با جمهوری اسلامی ایران با برنامهای جمهوری اسلامی ایران همکاری کنن و اگر همکاری کردن که بر حال زندگیشون به روال عادی و طبیعی برمیگرده و اگر نه بازداشت میشن امید کوکبی دانشجوی دکترای اهل سنت ایشون رو گرفتن ده سال به شکم زندان دادن به خاطر چی؟ به خاطر اینکه با پروژه های ای و اتمی ایران همکاری نکردن جمهوری اسلامی ایران بله یک ای خبر اقتصادی رو هم داشته باشیم 75 درصد تولیدی های کوچیک تعطیل و یا نیمه تعطیل رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس گفته که 75 درصد تولیدهای کوچک تعطیل و متوسط تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند. به گفته حدود 50 درصد از بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط در رکود به سر میبرند و یا نیمه راکت هستند و واحد هایی که با تمام ظرفیت با تمام ظرفیت اسمی کار میکنن کمتر از سی درصد هستند یعنی یک سوم بنگاه های ایران در رونق و دو سوم به صورت تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند و یا در رکود کامل به سر میبرند اینا بر حال کسای این افرا این اخبار رو میگن از خبرگزاری های رسمی و خود جمهوری اسلامی ایران یعنی خودشون هم به این از آن دارن که وضعیت اقتصادی در چه حالت بدی قرار داره خب به جای اینکه جمهوری اسلامی ایران بیاد فکری به حال اقتصادش بکنه که صد درصد مردم زیر فشار هستن و الا خودشون و اطرافیانشون و کسایی که در رأس این حکومت و هرم هستن صد در صد وضعیت خوبی دارن بچه هاشون در بهترین کشورها و بهترین دانشگاه و بهترین زندگی رو دارن اما این مردم بیچاره هستن که متاسفانه نون شب ندارن که بخورن یه خبرم از جهان اسلام داشته باشیم خبر آخرمون حمله گرایان به مسجدی در هلند یک گروه راستگرای افراطی در شهر آلمره هلند یکی از مساجد این شهر را هدف حمله اسلام حراسانه قرار داد این گروه افرادگرا پرچم هایی را بر روی, آنها که شعارهای ضد اسلامی نوشته شده بود به دیوارهای مسجد ابوبکر صدیق نصب کردند آنها همچنین بر روی دیوارهای مسجد شعارهای ضد اسلامی از قبیل اسلام باید متوقف شود و نه به مساجد نوشتن گروه افرادگرای موسوم به راست در مقاومت با انتشار بیانیه ای در حساب های خود در شبکه های اجتماعی مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. از مسئولان مسجد نیز تصاویر پرچم های نصب شده بر روی دیوارهای مسجد را در شبکه های اجتماعی منتشر کردند و اعلام کردن با این شیوه چیزی به دست نمی آید این روش غیر منصفانه و بچگانه است یادار می شود که این گروه افراطی در سال 2018 نیست حمله به مسجد امیر سلطان در شهر آمستردام هلند را نیست بر عهده گرفتند ممنون متشکر از اینکه در این بخش خبری با ما بودید آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم شب و روز خوش خدایا رو نگهدارتان